خب این آخرین جلسه از کلاس به اصطلاح چالش های میان فرهنگی و مشکلاتی که در مهاجرت مطرح میشه. شما یک سوالی کردی، میتونید سوالتون رو تکرار کنید؟ بله بفرم. سوال من اینه که در فرهنگ ایرانی وقتی که یک کسی با یک کسی قهر کنه یا خوشش نمیاد به حالا به هر دلیلی، خیلی معموله که میگه من چون این شخص توی مهمونی هست و تو اون مکان هست من نمیام، و انقدر این بیشتر و بیشتر میشه که تقریبا خودش رو محدود میکنه و بعضی وقتا هیچ جا نمیره، برای اینکه این تنفر هست. و قسمت دوم سوال من اینه که درستش چیه؟ یعنی آدم باید با این شخصی که دوستش نداره تو این مهمونی میره یا تو اونجا میره باید چیکار کنه؟ چون به نظر من میرم تو سلام به همه میکنم، اتمسفر رو خراب نمیکنم، ولی با این شخص کاری هم ندارم، اینجوری من میشینم. خیلی خوب، بذار من اینو باز کنم. یه مقاله پروفسور بیمن داره، BEEMAN در هاروارد ریویو، که مقاله نوشته راجع به سیستم قهر و آشتی در میان ما ایرانی ها. پروفسور بیمن در مراقع زندگی کرده و به فارسی هم آشنایی داره، به فارسی حرف میزنه. و اون جوری که تو اون مقاله وقتی بخونیم توصیف میکنیم، میبینیم که قهر و آشتی یه سیستم معیوبه که به جای کانفلیکت ریزولوشن اسکیل یا مهارت در حل تعارضات فیما بین انسان ها در اینجا اصلا تدریس میکنن. ما با هربرت بلومر درس کانفلیکت ریزولوشن اسکیل میخونیم. الان تو کودکستان ها یه بچه میاد به معلم میگه که تیچر این دوست، مثلا این بچه منو این پوش کرد، اینجوری کرد، یا این بچه به من میگه که نمیخواد با من بازی کنه. معلم میگه که من بهت 10 minutes وقت میدم، 10 دقیقه برین دوتایی با هم اون گوشه کلاس ورکاوت کنیم، برگردین به من بگین که what is your resolution. اصلا بچه 4-5 ساله ها الان واژه هایی که به کار میبرن resolution به کار میبرن، actually we came up with resolution. خب در نتیجه اینجا پیدا کردن راه حل برای تعارضات اصلا یه مهارت تدریس میشه. در کشور ما در یه فرهنگ سنتی قدیمی ترایبال قبیله ای، شما آدمای دورورت به دو دسته تقسیم میشن، دوست و دشمن. خب یعنی ما در یک حالت اسپلیت زندگی میکنیم، ما با یه کسی دوستیم و دوست پدرمونم در بیاره هنوز دوستیم. بعد به یه دلایلی یه موقع دشمن میشه، یعنی دیگه این طیف دو تا قطب داره فقط، یه طیف نیست که مثلا دوست یه بار خطا میکنه آدم ازش دلخور میشه، بعد دلخوری رو باهاش میگه، اون عذرخواهی میکنه، بعد دوباره یه دفعه به این سمت میاد، ولی یه ذره یادمونه که این قدرت رو داره که مثلا پشت سر ما بد بگه. یه خورده از سطح سفیر کبیری به کاردانی تقلیل میدیم رابطه رو، بعد دوباره یه دفعه دیگه اتفاق میفته. به هر حال یه طیفه. خب درست مثل زناشویی، نظام زناشویی تو کشور ما، سوختن و ساختن، یهو میپریم اونور مهرم حلال جونم آزاد. یعنی مثل که این وسط نمیسوزم نمیسازم، بلکه میخوام درست کنم. این مشکلاتیه که با تو دارم، این انتظاراتیه که از تو دارم، خواسته هامو بهت میگم، خواسته هاتو به هم بگو، با هم کار میکنیم، به یه میانه مطلوبی نزدیک میشیم، حتی اگر خیلی متفاوت. اینجوری نیست. بنابراین این حالت جهشی بین دو قطب تو روابط هم هست. حالا ضمناً حساسیت های فرهنگی هم ما داریم. من تا به حال آدمایی رو که دیدم از یکی میبرن دیگه حاضر نیستن تو روشون نگاه کنن، اونایی هن که میگن این با پنجه تو دهنش عسل گذاشتم دستم گاز کرد، یعنی میگن نمک نشناسی، قدر ناشناسی
و disrespect. این دوتا. یعنی مثل این که ما وقتی که کاری برای کسی میکنیم، من وقتی یه محبتی برای تو میخوام بکنم، انتظارم اینه که تو محبت یادت باشه، قدردانم باشی، زمانم که میگذره سودشم بذاری روش. خب حالا اگر من این کارا رو کردم و واقعا هم میکنن ها، میکنیم، کردم و کردم و کردم و بعد تو یهو مثلا تو فکر میکنی تا حالا چند صد هزار دلار تو آفیس من پول اومده برای این یه موضوع مشخص تو این 30 ساله که با یه دوست قهر که خیلی هم بچه هاشون با هم دوست بودن و فلان اینا، بچه ها میگن مامی what happened یا مثلا daddy what happened، وقتی من میپرسم که خب really what happened، دکتر فرمودی من مهمونی داشتم، نمیدونم هر برنامه داشتم، سفر داشتم، چی داشتم، اولین کسی که میگفتم این بود. خب بعد اون روز، حالا یه روزی به یه دوستم تلفن زدم گفتم فلان شب بیاید خونه ما، گفته ای فلان شب که خونه فلانی، مگه به تو نگفته؟ آخ ببخشینا، خواهش میکنم بهش نگو که من بهت گفتم. ولی دیگه مگه این گناه کبیره بخشیده میشه؟ باور میکنی که جلسات مکرر گریه میکنه تو اون اتاق، دلش شکسته، قلبش مچاله شده که شما به من کمک کنید که این آدم و تمام خاطرات این چندین سالم، وای من تو اتاق زایمانی بالا سری میستاده بودم، خواهرش نبود. یعنی مثل این که ما در برابر اون محبتی که به یک کسی میکنی یه لیست انتظارات داری، اگر این قبل از محبت به اون آدم بدی موافقت کنه امضا کنه اب نداره، چون میگیم داری زیر امضات میزنی. ولی خیلی وقتا اینطوری واقعا نیست، یعنی ما داوطلبیم و میکنیم و کشش داریم، ولی توقعه اونجا داره بزرگ میشه و رشد میکنه و اون طرف هم اصلا بیخبر از اینکه این توقع چطوری داره رشد میکنه. مسئله بیتریل یا احساس خیانت دیدگی، دیسریسپکت یا بیحرمتی و مسئله قدر ناشناسی، سه تا چاقویه که رابطه رو وقتی میبره تا تمیم. حالا من بحث دارم که چرا این اتفاق میفته ها، ولی این مسئله این. حالا بیمن میگه ما برای این مسئله میتونیم تکنیک حل مسئله پیدا کنیم که در غرب این کار رو میکنن، تکنیک حل مسئله پیدا میکنن، conflict resolution skill. وقتی که تضاد conflict به وجود میاد، تعارض به وجود میاد، از چه تکنیکی استفاده کنیم که حلش کنیم. خب ولی در اون کشور تکنیک خود به خود به وجود اومده در بافت عشیره‌ای ما. تکنیک چیه؟ من و تو قادر نیستیم مشکلمون حل کنیم. ما برای اینکه هنوز یه امیدی باقی باشه، چون تو میگی میری تو اون اتاق اون آدم رو میبینی سلام میکنی اونم اعتنا نمیکنی، میدونی چرا؟ چون اصلا رشته هات از اون آدم بریدی. کسی که قهر میکنه رشته ها رو نبریده، نمیخوادم ببره. به اصطلاح sulking is a passion، هنوز درست مثل عشق نفرتم یه حسه. تو بیتفاوتی، آره آدم یه بیتفاوت در کنارش رد میشه، مثلا میگه حتی میگه بفرمان، اما اینقدر معنی نداره، نه احترامه، نه کره، نه کنکشنه، هیچ. فقط در بیتفاوتی تو تحمل این آدم رو میکنی، مثل تحمل صندلی، مثل تحمل میز تو اون اتاق. ولی اتفاقا شرقی ها به دلیل اینکه نمیتونن بیتفاوت باشن، خودشون یه سیستمی خلق کردن. من و تو که نمیتونیم مسائلمون حل کنیم. چرا؟ چون confrontation is not okay. تو نظام ما دیدی که رو اون collective culture confrontation is not okay. بنابراین ما نمیتونیم تو شکم هم بریم
بعدم مسائلمون رو حل کنیم و دوباره دوست بشیم. یه جمله هست تو فرهنگ ما، خوب این جمله رو دقت کن، میگه یه کاری نکن که پرده حرمت پاره بشه. حالا این پرده حرمت چیه؟ مسکین پرده حرمت هم مثل بکارت خیلی گیرش بزرگه. پرده حرمت پاره نشه. چه اشکالی داره که من با تو مخالفت کنم؟ این چه ربطی داره به این که دوباره نتونم با تو مسائلم رو حل کنم و دوباره به نقطه مثبت برگردم؟ چون این پرده حرمت بین من و تو نباید پاره شه تو این فرهنگ، اون وقت فرهنگ خودش یه سیستم پیدا کرده، من و تو با هم قرار میکنیم، همدیگر هم میبینیم، رومونو میکنیم، امید داریم یه نفر سوم، یه ریش سفیدی، یه مادر بزرگ، یه بزرگ محلهی، یه مدیر دبیرستانی بگه که آقا اینگار شما با هم سلام علیک نکردی، چی بود جریان؟ آره ما با هم قریم. ای بابا این که نمیشه، ما باید یه کاری کنیم شما رو آشتی بدیم، یه پلو بپزن و اینو دعوت کنن جداگانه، اونم دعوت کنن جداگانه، بعد پلو بخورن، این آدم هم یه مثلا نطق کوتاهی بکنه، بعد پشو هم دیگر ماچ کنین و دنیا چند روزه مگه این آدم چقدر عمر میکنه؟ بابا شما رفیقین، 30 سال با هم نمیدونم نون و نمک خوردین، چیکار کرد؟ همه این حرفا به جای کانفلیکت ریزولوشن بیشینه. خب جلوتر میان که بلندو من ندارم امشب، هم اون نفر سوم و سیستمی که قهر رو تبدیل به آشتی کنه، به جای این سیستم کلاسیک کانفلیکت ریزولوشن اسکیل میرسه. بنابراین سیستم قهر و آشتی فرمول داره، تاریخ خودشو داره و یه مدلیه برای کشوری که پرده حیا و ملتی که پرده حیا نباید بینشون پاره شه. به نظر شما راه درستش چیه که با من که گفتم در به اصطلاح بافت‌های فرهنگی ما قضاوت ارزشی نمیتونیم بکنیم. یعنی چی قضاوت ارزشی نمیتونیم بکنیم؟ یعنی من نمیتونم بگم این بهتره یا اون بهتره، نمیتونم بگم این سالمتره یا اون سالمتره. ببین کلکتیویستیک سوسایتی اصلا مدل و فرمول زندگیش فرق داره. من همین امروز کلاینت داشتم که مادر بسیار دلشکسته میگفت که اصلا دکتر فرمودی اشکم بند نمیاد. چی شده؟ رفتم خونه دخترم که بچه‌شو نگه دارم، بعد بچه سرما خورده بوده، گفتم مادر لیمو شیرین نداری؟ گفته که whatever it is it's in the refrigerator. نگاه کردم دیدم لیمو شیرین نیست. بعد آپشن بعدیم هندونه بوده، گفتم که هندونم نداری؟ اونم آماده میشده که از خونه بره بیرون سر کار، گفته که هندونم نداری. بعد من نگاه کردم دیدم که خب میخوام یه ذره سوپ واسه این بچه درست کنم، مرغام یخ زده تو فریزر. برگشتم گفتم که خب مادر آدم وقتی بچهش مریضه به من بگو سر را دارم میام، یه خورده لیمو شیرین بخرم، یه خورده مرغ تازه بخرم بیارم سوپ درست کنم واسه این بچه. میگه که جواب منو نداد، رفت پای تلفن، بعد گفتش انگلیسی حرف زد و اینا، بعد اومدش و گفتش که مامی برو تو، خودم میمونم پیش بچه. گفتم چی شده اینا؟ گفت you are getting on my nerve، هر وقت میای اینجا میخوای پیک کنی که من چی کارا رو نکردم. And I am fed up. Leave. مادر دختر به مادر
لیف. اینم آمده میگه دو شب نخوابیدم تا صبح، همینطوری گریه میکنم، میگم که ما چیکار کنیم با این بچه هامون اینجا. حالا این it's a conflict, cultural conflict. شما میخوای به مادر بگی گریه نکن، یا میخوای به دختر بگی چرا به مادرت گفتی خودم میمونم خونه. هر کدوم اینا تو کانتکست فرهنگی خودشون کار درست کرد، ولی دو چیز متفاوت. حالا مسئله اینه که کالچر اصلا چجوری عوض میشه، چون کالچر درست مثل هر موجود زنده دائم در حال تغییره. شما نوام چامسکی رو اگر بخونید میبینید که توجیهی که راجع به تاریخ و کالچر میکنه افت و خیزهای تاریخ و کالچر. بنابراین کالچر تغییر میکنه، یعنی بافت فرهنگی دائم در حال شدنه. برای همینم ما میگیم culture on becoming، یعنی داره الان هم عوض میشه. شما فکر میکنی کالچر من و شما عوض نشده؟ من 5-6 سال پیش یه مادر بزرگی به من تلفن زد و گفتش که باید دکتر فرنگی من بیام با شما صحبت کنم، و آمد. بعد اومد که صحبت کرد گفتش که نوه من با یه پسر آمریکایی دیت میکنه و اینا، بعد اصلا خانم دکتر این پسر این بچه رو از خونه بریده، اصلا این بچه دائم دیگه با اون پسر، یک سره با اون پسر. من مادرشم اینجا نیست، من بهش گفتم که من میخوام برم پیش فرنودی، بعد تو هم باید یه دفعه بری باش صحبت کنی، من ببینم با تو چیکار کنم. نوه با مادر بزرگ زندگی میکنه. بعد گفتم که آخرین مسئله تو چی بوده؟ گفت الان آخرین مسئله‌مون اینه، سه هفته دیگه تنکسگیوینگ. من همه فامیل رو دعوت کردم خونه خودمون. بعد این نوه من میگه که من تنکسگیوینگ خونه مادر پدر مثلا جفم حالا. بعد من میگم یعنی چی؟ من خودم 60-70 تا مهمون دارم، همه فامیلت از نمیدونم سان فرانسیسکو، از نمیدونم کجا، از آریزونا فلان دارم میان اینجا، تو چطوری میری خونه یه مادر پدر آمریکایی مال دوست پسرت و اینجا نمیمونی اینا. من یهو خندیدم گفتم که مثل که تنکسگیوینگ مراسم آمریکایی ها. بعد گفتم که اگه میگفتی نوروز نمیخواین از خونه بره بیرون من میفهمیدم، ولی شما خودت متوجه هستی که اگر اینقدر فرهنگت عوض شده که میگی تنکسگیوینگ خونم داری مهمونی میگیری، خب اون وقت فکر کن اونی که اینجا به دنیا آمده بزرگ شده چقدر فرهنگش با شما فرق داره. نه اون اشتباه میکنه نه شما اشتباه میکنی، کالچر در حال تغییره. شما فکر میکنی خود ما چقدر کالچرمون عوض شده. من داییم برای درمان بیماریش آمده بود UCLA از ایران، تو آپارتمان من مونده بود تو لس آنجلس. من از آفیس که میخواستم برم خونه میدیدم استراب دارم، بعد خودم گفتم چرا اینا که با من کاری ندارن زن و شوهر، من چرا استراب میگیرم؟ بعد یه خود رو دقت کردم متوجه شدم اولا they talk too much. حالا این یوتیوب هم تو ایران میشنون دیگه واقعی لا اب نداره. یعنی they talk too much این یه قسمتشه، یه قسمت دیگهش میچسبن به شما حرف میزنن. یعنی اینجا میاد مثلا من اون گوشه مبل میشینم، میاد درست کنار من میشینه، دایی جون خوب روز چطور بود و اینا. حالا نه دیگه، من هی میرم اون طرف دیگه، مبل دسته داره نمیتونم برم اون برتر، بعد بلند میشم میرم اون طرف. اتفاقا مثلا یه دفعش گفت دایی جون من بو میدم، در حالی که حالا بیا برو اینو مطالعه کن ببین. در اینو بهش میگم پراکسیمیتی. پراکسیمیتی یعنی فاصله ای که بین من و شما هست که من توش احساس اینکه شما داری نفسمو به هم میاری نمی کنم. خب این در میان آمریکایی ها در جهان بالاترین اسپیسه،
یعنی آمریکایی‌ها بیش از همه مردم دنیا احتیاج دارن که وقتی باهاشون نشستی خورده فاصله بگیری. در غیر این صورت آن کامفورتبل میشن. و بعد از ما کانادایی‌ها هستن، بعد از اونا انگلیسی‌ها. خب این مال فرهنگ ایندیویدوالیستیکه. شما الان نگاه کنید ماشینای آمریکایی رو، پشتش گفتم اون دفعه تو یه ولکس واگن، مثلا تو ایران 13 14 نفر سوار می‌شدن تو یه ولکس واگن از این باگیا، رو هم هم می‌نشستن. اینجا الان تو پشت این کادیلاک اسکلید چیه به این بزرگی، دو تا صندلی بچه میذارن، دو تا بوستر میذارن، وسطش هم خیلی جا هست. بعد یه موقعی میگن مثلا داریم میریم، دو تا ماشین بیاد، میگن بابا من که کوچیکم، من وسط اون دو تا میشینم. بچه ها قبول نمی کنن. نو نسی حالا بنابراین میبینی که we get used to our lifestyle. این باید اینقدر بینش فاصله باشه. از همه کمتر فاصله که میخوان، یعنی در خارج از شرق تنها کشوری که مثل ما پراکسیمیتی بینشون کمه مکسیکی ها، اسپانیش ها، اونا هم تو بغل همه. یه دونه عکس یه بار من تو یوتیوب دیدم، روی موتور 6 نفر این سوار بوده، ایران 6 نفر روی موتور سوار بوده. مثلا دیگه میگم این موتور چطور بر نگشته از پشت، و عکسشو انداخته بودن تو یوتیوب. بنابراین اونی که از اول بچگی چسبیده تو ولکس واگن سه طبقه رو هم نشسته، پراکسیمیتی براش معنی نداره. اما این بچه‌ای که اینجا از روزی که به دنیا آمده در بیمارستان پلیس بچه رو به ما تحویل نداد، ببخشید بیمارستان بچه رو به ما تحویل نداد، گفت باید برید از پلیس نامه بیارید که این صندلی‌های اینا که تو ماشین گذاشته شده با استاندارد اداره پلیس سیفه. رفتیم از آقای پلیس نامه گرفتیم، اومدیم نوای خودمون رو به خودمون دادن بذاریم تو ماشین. بنابراین این فرهنگ اینقدر individual right برای نوزادی که هنوز به دنیا نیومده، رایتش اندازه رایت منه، لذا این فرق میکنه. حالا اینکه چگونه فرهنگ تغییر میکنه جالبه. شوگر تو یه کتاب این مثال های خیلی خوب، آنتروپولوژیست ها خیلی به ما کمک میکنن، مردم شناس ها. در قبایل آفریقایی مطالعه کردن، دیدن که قبائلی که چیز نداره، برق نداشته، مردم قبیله از غروب آفتاب میان توی میدونی جمع میشن، همه چوبایی که دارن اونجا میسوزونن، دور اون چوبا میزنن، میرقصن، سوشالایز میکنن، هرچی میخورن، حالا هر کاری میکنن. بعد چوبا که تموم میشه میرن خونه هاشون میخوابن، چون برق نیست. خب حالا اومدن به این قبیله ها برق کشیدن، برق گذاشتن، دو جور امتحان کردن. اول اومدن برق آوردن تو میادین عمومی، چراغ برق گذاشتن تو میدون دهکده، دیدن مردم باز میان دور چراغ برق میشینن و میزنن و میرقصن و این کارا رو میکنن، بعد میرن خونهشون میخوان. بعد اومدن برق آوردن تو خونه ها. دقیق نمونش الان کالچر کلاس ما، کلاس رفت رو یوتیوب، جمعیتی که اینجا میگاهیم تا توایی میستادن نشستن تو خونه ها دارن میبینن. خب اومدن دیدن برق و وقتی بردن تو خونه ها، جمعیت میدون دهکده کمتر و کمتر و کمتر شد. خب برای اینکه یه چیز ایندیویدوال گرفتن خونهش، خب چرا برق داره حالا چرا. بعد اومدن رادیو آوردن، یه دونه رادیو آوردن گذاشتن رو میدون شهر، باز مردم اومدن جمع شدن که رادیوی یگانه رو با همدیگه گوش کنن. رادیو رو بردن تو خونه ها، باز اینا پخش شد. بنابراین کالچر یه بخشیش بر اساس نیاز فرم میگیره. حالا شما الان نگاه کن تو هواپیما، یه موقعی که میشستی تو هواپیما 6 تا اسکرین چیز بود، تلویزیون بود، خوب یا بد
یه فیلم بذاشتن، شما دیگه تا برسی مقصد باید اون فیلم رو میدیدی. 300 تا 250 تا مسافر یه هواپیما اقلا مومنت آف شیرینگ داشتن، لحظاتی با هم میدیدن، یهو با هم میخندیدن یا مثلا یهو با هم ساکت میشدن. یه نوع کنکشن جمعی بود دیگه. برای اون مدت در اون شرایط اینا کلکتیویستیک زندگی میکرد. حالا الان هواپیما نمیدونم جدید سوار شدی، من یونایتد همین هفته پیش که سوار شدم جلو هر صندلی تلویزیون خود شدن، سکرین خود شدن و دیگه هیچکی با اون یکی نگاه نمیکنه. مثلا این داره میخنده، اون یکی رو برمیگرده نگاه میکنه، میگه که این چرا داره میخنده. دنیاها داره هی از هم جدا میشه، میشه دنیای سخت فردی. آیا این به نفع انسانه یا نه؟ من میگم نیست، چون این همه چویس. یک من یکی از دوستان من یه خونه ساخته بود و فلان، خونه که نه تقریبا قصر داری، داشت میرفت تو خونهش. یه روز من اونجا بودم، دیدم یه آقای اومده داره باش قرارداد میبنده واسه تلویزیون و اینا. بعد دیدم که 16 تا تلویزیون داره به این خونه میفروشه. بعد این داره میگه نه اونجا که کوچیک، مال اینجا که اینجوریه، مال اونجا که. گفتم تو واقعا جنون داری 16 تا تلویزیون توی؟ گفت خب چیکار کنیم اونجا، خب اتاقای مهمونه، اینجا نمیدونم اینجوریه، اینجا مهمون چی و اینا. گفتم خب فقط پیه یه چیزی رو به تنت بمال، هیچ کس نمیاد اینجا دیدن تو، هر کی میره تو اتاق خودش. من یادمه که اولین تلویزیونای ثابت بود که ثابت پاسار اومده بود ایران، تلویزیون رنگی چی سفید سیاه سیاسی بود، همش هم برفک داشت، میزدن روشه میرفتن یه آیتل اینجوری میکردن. ولی کن از عصر که میشد همسایه‌ها میمدن خونه ما، بعد بچه ها میشستن، بزرگان میشستن. یادمه مثلا یکی با خودش نمیدونم میوه میآورد، یکی نمیدونم تخمه میآورد، یکی با خودش میآوردن، هر کی با خودش. بعد میشستن یه دو ساعت سه ساعت این تلویزیون رو تماشا میکردن. باور کن من هر وقت میخوام به شیرین ترین خاطرات زندگیم برگردم، یهو یادم میفته مثلا یه خانومه بود، مثلا یه ذره خل بود، اولین باری که یه آقای اومد تو تلویزیون چادر سرش کرد، مثلا اینو یادم میفته. یهو تا یه آقا اومد تو تلویزیون این گفت وای چادرش کشید سرش. بعد خب اینا هیومن اینتراکشنه، آخه کجا داریم میریم؟ بله چویسامون زیاد شده. بچه 3 ساله میگه This is my choice. همشون This is my choice. الان یه ذره روانشناسای با سوادی که رفتن تو این مدرسه ها و میدونن که باید برگرده یه مقدار، الان cooperation نه based on need necessity، based on necessity رشد. مثلا دارن الان با هم تو مدرسه تو کودکستانا کلاس های کوکینگ میذارن، یکی خمیر رو هم بزنه، یکی باید چاپ کنه نمیدونم چی رو، یکی کشمیش رو پاک کنه بذاره با هم بپزن بیارن دیگر. We made that. خب اینو ما احتیاج نداشت که 100 سال بریم به سمت این اندیویجوالیزم ترسناک و بعد برگردیم به کلکتیویستی. تو ایران اگر تو دقت میکنیم یه عده جمع میشدن نمیدونم آش پشت پا میپختن، یه عده جمع میشدن نمیدونم شله زرد میپختن، یه عده جمع میشدن سمنو میپختن. بنابراین کارهای مشترک جز نیازهای انسان، این کنکشن جز نیازهای ما هست. ولی چه چیزی اینقدر اندیویجوالیستیک میکنه؟ به نظر من این حرفی خورده بوی روانشناسی نمیده، بوی سیاسی میده. پوزسیو کپیتالیسم، سرمایه داری پوزسیو که میخواد به من و تو یاد بده کامپیوتر خود تو خونه داشته باش، تلویزیون خود تو داشته باش، اتاق تو کسی بدون اجازه نتونه بیاد این کار، چون همه اینا نیده دیگه. تو ماشین تو نمیدونم کسی دیگه سوار نشه،
همه اینا yes. ما بسیار دارا شدیم، داشتن ابزار زندگی ما بسیار دارا شدیم، ولی از داشتن روابط نزدیک بسیار فقیر داریم میشیم. راست موضوعی که گفتیم فاصله تو آمریکا زیاده، باز یه چیزی تو ایران وقتی ترجمه میکنید وقتی با تون حرف میزنم به شما مستقیم نگاه نمی کنم. بله. یا پایین رو نگاه میکنید، چپ راست هر جایی نگاه میکنید جز شما. اون مال لو سلف کانفیدنس. شما یکی از معیارهایی که ما سلف کانفیدنس کلاینتم رو وقتی میخوام اسس کنم میبینم در جلسه اولی که نشسته چقدر با من به من نگاه میکنه، با من حرف میزنه. و علتش هم اینه که تو فرهنگ ما آی تو آی کانتکت نشانه بی حیاییه. چقدر از آقای احمدی نژاد ممنونم که هوگو چاویز مادرشو بغل کرده. امروز قم گفتن که این کار خیلی خلاف شرعه. کم کم داره از این آقای احمدی نژاد خوشم میاد. آره من هم نمیکنم. کارا میکنه برای سری بعد بتونه خونه. بله بغل کرده. بعد کناریاش مراقباش گفتن این مونتاژه. بعد اون وقت صد هزار جا این عکس رو پخش کردم. اگه نگاه کنین یه آقای مؤمنی پشتش بایسته. چشش اینطوریه. همون تکسیب کرده. هر که تکسیب کنه این چشای آخونده اینقدر. یعنی یه اصلا مونده این داره چیکار؟ نه دقیقا. بعد اون وقت ولی دخترش هم آخه. بله. دخترش اینگاه عکس ازش نیست. بیشتر از مادر عکس. ولی نه من عکس دختره رو دیدم. ایمیل کردن برای من. دخترش بابا از این باور کرد که وای به حال ما تو اون مملکت. خب این ایرانه که یه زمانی به مردم میگرفتن از چرا بزنی چرا همون از فرفرادی که جانجا و اسکار گرفت دستا چرش کنید؟ آقای خاتمی دست داد نوک انگوششون دوی کرده بود. حالا خودشون باید به دوان مردم جوابایی که به مردم میدادن حالا خودشون بهش نبارد. خب ببین نداره اتفاقا این کارها یه مقدار چیز میکنه دیگه. آره. جدا میکنه تیپا رو. برگردیم به مسئله کالچر. پس در حال تغییر. وقتی که دو چیز کاملا متفاوت مثل جامعه فردگرا و جامعه جمعگرا دو تا اکستریمشون وایسن، این تغییرات حالت ضربه و شوک داره و جراحت به جا میذاره. ولی اگر گرادوال باشه، تدریجی باشه، من شنیدم از خیلیا به من میگن الان اگر تو بیای ایران با ایرانیای تو ایران غریبه تر از آمریکاییایی. شاید این درست باشه. نه. نه. یعنی خیلی ایرانیا هستن که شما رو دوست دارن و برنامه شما رو دارن. نه از نظر فرهنگی که مثلا به عنوان مثال، فرض کن یه نازنینی ها چرا اینو بگم کاش آورده بودم. یک انسان بسیار نازنینی من واقعا آتیش گرفتم وقتی دیدم 20,000 ریال یا تومن نمیدونم یه پاکت اینقدری همش تمره، رو همش هم نوشته 20,000 تومنه اوکی تمر زده. بعد توش برای من یه نامه نوشته با 3 صفحه شعر. حالا الان دیگه نشد که بیارم، دادم به یه کسی. اتفاقا شعرم بلده بگی، یعنی قشنگ شعر گفته. ولی فکر کن، گفتم که ببین چرا در اون مملکت شاه وقتی میره میشه خدایگان، خمینی میره میشه امام، خامنه‌ای میشه یه چیز. چرا اونجا هر کی میره فکر میکنه تافته جدا بافته شد؟ و نگاه کردم این شعر رو این آقای نازنین که ذوق داره مثلا یه شعری نوشته که نمیدونم سه‌شنبه‌ها اینجوری میشستیم پای تلویزیون مثلا سوز این که تو ایران الان این برنامه تصویر ایران پخش نمیشه راجع به این منتها یه چیزایی که گفته به قول اون خراسونیه که گفت ما رو میگه که من وقتی این حرفا رو که میزنه درد نمیم تمجیده نمیدونم فلان و نمیدونم چی و اینا
من فکر میکنم که این که دروغ نگفته که، یعنی بعد تو ذهن خودش که دروغ نمیخواست بگه، چون من که چیزی نمیخواد، بیچاره تازه یه پول تمرم داده. ولی از خودم میپرسم که چی سبب میشه که آدم این حرفا رو بتونه راجبه یه کسی بزنه؟ مثلا چطوره که تو این آمریکا یکی این حرفا رو راجبه اینشتین نزد، راجبه ادیسون نزد، راجبه تو فرانسه راجبه شوایتزر نزدن این حرفا رو؟ چی میشه که تو اون مملکت یکی که دو تا قدم، حالا قدم مفید ور میداره، آدم ها این احساس رو نسبت بهش پیدا میکنن؟ خب این مسئله فکر میکنن یک نوع ایدیالیزیشن ناسالمه. من ایدیالیزیشن ناسالم یعنی چی؟ یعنی شما یه موجودی رو، دو تا مبحث رو اینجا باید مطرح کنم که اهمیت داره. ببینید وقتی که آقای خمینی به ایران آمد، به نظر من هنوز یک انسان رستگار بود. به نظر من روزی که از دنیا رفت یک انسان تباه شده دنیا و آخرت باخته بود. و اگر یکی از من بپرسه که چی تو این چند سال اتفاق افتاد، من میگم این ملت آقای خمینی رو شهید کردن. شهید چی کردن؟ یه چیزی هست به نام Projected Identity. یعنی چی؟ یعنی من تصمیم میگیرم برای خودم به دلایل نیازهای خودم، به دلایل کوتوله بودنهای خودم، شما رو یک رستم توانمند خارق العاده دارای قدرت‌های مافوق بشری ببینم. این آرزوی من میشه و بعد من اینا رو بر شما بر میتابم. این میشه Projected Identity. یعنی چی؟ یعنی من انقدر میخوام شما اون باشی، اینا رو انقدر به شما میگم 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 که اگر شما مراقب یا آگاه نباشی تو اون دام میفتی و اون نقش رو ایفا میکنی و اون Projected Identity شما رو از آیدنتیتی واقعی خودت جدا میکنه. و وقتی شما آیدنتیتی خودت ازت جدا شد، تبدیل میشی به موجود بی اراده، بی اخلاق، روباتیکی که دیگه جمعیتی که به تو Projected Identity داده تو رو این ور اون ور میبره، این ور اون ور میبره تو. حالا این Projected Identity رو داشته باشین به عنوان یه مصیبت. Projected Identity برای کودک تا سن 6 سالگی یه نعمته. چرا؟ چون کودک پر از ترس و هراس احتیاج داره باباشو، مادرشو یک قادر مطلقی ببینه که ضعف اونو پر میکنه و جبران میکنه و او در پناهش میتونه آرامش پیدا کنه. خب ولی اگر از 6 سالگی گذشت و هنوز یه آدمی به Projected Identity احتیاج داشت و به ایدیالیزیشن، بت‌سازی احتیاج داشت، معلومه که خودش رشد نکرده، معلومه که خودش هویت نداره، معلومه ترس ها و ابهام ها و حقارت های خودش تثبیت شده و هیچ وقت احساس برابری با آیدل خودش نکرده. گاهی اوقات والده دوست دارن که این اتفاق نیفته، یعنی بچه با اونا احساس برابری و گفتمان برابر و حقوق برابر و احترام برابر و انتخاب برابر نداشته باشه. لذا نطفه های استقلال رو در بچه میکوبن. موقعی که من میگم، من فکر میکنم مصیبت تاریخی ما، مصیبت ملی ما اینه که ما مجموعه ای داریم از دو نوع خودشیفته. خودشیفته سرمست و بیخبر که میخواد مرکز توجه باشه، تصمیم گیرنده باشه، ستایش بشه، از همه بالاتر باشه
در او توانهایی که نداره دیگران ببینن این خودشیفته سرمست و بیخبر و خودشیفته هایپر ویجیلنت یا ضعیف و وابسته شکننده یا خودشیفته پوست کلوف و پوست نازک و بی پوست. این بی پوستم دلش میخواد هیچ کسه، I'm nobody، هیچ کاری ازم نمیاد، وجودم به چه درد میخوره. گاهی اوقات من میشنوم از آدم خانم دکتر شما رو خدا نگه داره، میگم که خواهش میکنم شما هم همینطور. نه خانم دکتر، من بودن و نبودنم چه فایده داره واسه این دنیا؟ قلبم یه هوای میسه که آخه یعنی چی؟ خب دیده نمیخواد بشه، هیچ ارزشی نداره، به درد نمیخوره، توانی نداره، دوست داره کنترل بشه، اون دوست داشت کنترل کنه، این دوست داره کنترل بشه، اون داشت رئیس باشه، این دوست داره دنبال رو باشه، پیرو باشه. در نتیجه خودشیفته پوست کلفت میتازه، اینم دنبالش میره. تنها قیمتی که خودشیفته هایپر ویجیلنت برای خودش قائله در بردگی و بندگی و ستایش و پیروی از خودشیفته پوست کلفت. این اتفاقی تو انقلاب ایران افتاد که رهبری ابلیویس در سطح همه الان هم هست. این همه آقایی که الان اونجا نشسته، مگه این آقا الان قبول داره من یه آدمم مثل همه آدم ها؟ این آدم هنوز فکر میکنه که یه رابطه ای داره که اون رابطه بهش میگه چیکار کن. رابطه البته داره، ولی که رابطهش باور کن قوی ترین رابطهش با تریاکه که بهش میگه کی شاد باش و کی نباش. ولی خب یه همچین ادعایی رو میکنه. بنابراین خودشیفتگان پوست کلوفت در رأس، خودشیفتگان بی هویت بی مقدار امت پیرو، شومترین ازدواج تاریخ. بنابراین وقتی که میبینیم ما بچه هامون اینجا روی جاهایی به اصطلاح هویت فردی دارن و نمیخوان آیدیالایز کنن ما رو، نمیخوان. من هفته پیش یک کلاینتی رو ریفر کرده بودم به دخترم، گویا از دو ماه پیش، یه ماه و نیم پیش کدای تشخیصی به دلایل تغییر کرده. من اینقدر سرم شلوغ بوده هنوز از بورد کدای جدید اصلا نگرفتم، شنیده بودم ولی نگرفتم. در نتیجه کدی که گذاشتم کد قدیم بوده، یعنی کد قبل از ژانویه بوده. دخترم به من تلفن میکنه و میگه که مامی کدی که برای کلاینتی که به من ریفر کردی گذاشتی آوت‌دیتد، یا تو یک ماه کدای جدید رو بگیر و اجاست کن یا برای من دیگه کلاینت نفرست. به همین سادگی من تحسین میکنم اینو و فکر میکنم هممون باید تحسین کنیم، برای اینکه این نمیاد بگه او مادر من 30 سال سابقه خدمت داره. داره که داره، اون چیزی که درسته میگه و با صراحت هم میگه. این قسمت های فرهنگ ما نمیتونیم بگیم عوض نشو، برای اینکه درسته. اما اون قسمت هایی که به اصطلاح خانواده رو پشت سر بذار و ترک کن و دلدونی نکن و بعد نمیدونم آنچه که با خودت آوردی کمتر بدون از این چی اینجا هست و اینا، رو اونجاها میتونیم خیلی بیستیم، به دلیل اینکه اونم درسته و اینا متوجه اون درستی خواهند شد. بنابراین در بین ما ایرانی ها یک معضل بزرگ فرهنگی اینه که ما مفهوم ریسپکت یا حرمت رو با آیدیالیزیشن اشتباه میکنیم. ما نمیخوایم احترام ببینیم و احترام بدیم، ما میخوایم آیدیالایز بشیم. و بچه های ما اینجا کسی رو آیدیالایز نمی کنن. اگر هم بکنن کسایی رو آیدیالایز میکنن که سالی 100 میلیون درآمد دارن.
بسکتبال پلیر رو نمیدونم فلان خواننده ای که انقدر نمیدونم انجلینا جولی که انقدر پول دارن. علتش هم اینه که اینجا قیمت آدما معمولا به اندازه تولیداتشونه، فرهنگ سرمایه‌داریه دیگه. بنابراین یه کسی که خودش چیزی کارنامه درخشانی نداره برای نشون دادن آیدیالایز نمیشه. و حرمت مفهومش آیدیالیزیشن نیست. من وقتی به من میگه تا یک ماه دیگه اگر کداتو عوض نکردی برای من کلاینت نفرست، ریفر نکن، فکر نمی کنم داره به من میگه که I disrespect you. به من میگه من نمیخوام تو کندی تو سهیم تو باشم. برای اینکه کدا وقتی میاد بیرون تو 21 روز تو باید اجاست کنی. الان مثلا نزدیک دو ماهه، 15 ژانویه اومده بیرون، الان نزدیک یه ماه نیم دو ماهه. بنابراین خب تو کندی، اونم داره دست میذاره رو کندیت. یا فرض کن ما موقعی که دروغ میگیم بچه هامون میگن که You tell me not to lie and you lie yourself. خب اینو ممکنه تو ایران نگن به ما، به هم دیگه نگن، ولی اینجا میگن. خب خوب میکنن میگن. گفتن سخت‌تره برای ما تا نگفتنش. برای ما که از فرهنگ ایران اومدیم گفتنش سخت‌تره. چون عادت نداریم که بگیم. حالا یه سال دیگه حالتو میپرسم، یاد بگیر. هنوز سبد، هنوز جوجه زیر سبدی. آره، ولی کن، آره، ولی اینجا دیگه خب اینو مثلا چیز میکنن. اینجا دیگه این مسائل رو خب مطرح میکنن و به نظر من برابر با disrespect نیست. بله، اگر من پام درد میکنه و بچه من متوجه این نباشه و به من بگه که move it، من قلبم میشکنه و بهش میگم که do you consider my condition. اون فرق داره. ولی همیشه اینا ما رو این پنبه رو از گوشمون در بیاریم بیرون. بچه های ما در فرهنگ ایندیویدوالیستیک نه ما نه کس دیگر رو ایدیالایز نمی کنن، پروژکتد آیدنتیتی هم ندارن. یعنی ما رو همجور که هستیم میبینن. خب یه کسی تو فامیل ما هست خیلی حرف میزنه. نه شاره ایرانه، ایرانه که از ایرانی هم خیلی حرف میزنن، ولی این تو سندیگو خیلی صحبت میکنه. اون روز میخندید خودش، آدم سنش هم بالاست، میخندید میگفتش که نوه من همین 5 ساله بهش گفته که you talk too much. I'm going to this room and don't follow me. کلش رفته دیگه. ما هم که بزرگیم کلمون میره ولی چی نمیگیم. Don't follow me. ما یه همچین مشکلی داشتیم تو ایران که مثلا 10 نفر بودیم، یکی از بچه‌ها توی دانشگاهمون واقعا زیاد صحبت میکرد و با صدایی بودن. بعد از ماها یک نفر تونست بهش اینو بگه و بعدش هم که خب درست نشد و مجبور شدن همه باهاش ارتباط کنن. یعنی این بیان کلی طول کشید برای ما. خب دیگه اون باز میره پروفسور بیمن یه مقاله دیگه داره راجع به سیستم تعارف در بین ما ایرانی ها. تعارف اونم هست دیگه. البته یه بخشیش برمیگرده، یه خوردم پارهی ملاحظات بد نیست دیگه. من همیشه این مثال رو میزنم، میگن که یه مردی تو تبریز رفت پیش دفتر اسناد ملا، گفتش که من میخوام زنم طلاق بشی اجاقم، یعنی طلاقش میخوام بدم. بعد ملاهای گفت بچه داری؟ گفت آره. گفت برو خجالت بکش. چی بشی اجاق سن؟ حالا چرا میخوای طلاقش بدی؟ گفتش که زبونش تلخه، خیلی هم روکه. بعد ملا گفت همین آدم واسه زبون تلخ و روک بودن زنشو طلاق میده اونم وقتی بچه داره؟ گفتش که آره. گفت برو خجالت بکش. این رفت دوباره یه ما دیگه اومد گفت ملا علورم، یعنی دارم میمیرم، اینو بشام تموم شه بره. بعد گفتش که ملاهی گفتش که مگه به تو نگفتم اینا؟ برو صلوات بفرست برو فلان.
بعد دفعه سوم که اومد نشست تو محضر به ملاهی گفت از اینجا دیگه نمیرم تا طلاق بدی زن منو. گفت آخه چی شده اینا؟ گفتش که همین دهنش بده. گفتش که خیلی خوب برو بیار من ببینمش، بلکه خود نصیحتش کنم. این میره و خانومه رو میاره، خانومه رو میاره، این ملا همی چیشش کور بوده، خانومه رو میاره، خانومه از در میاد تو میگه ملا کورش سلام. بعد تا میگه ملا کورش سلام، ملا میگه بیا بیا طلاقتو بنویسم. حالا فهمیدم که چی میگی. خب دیگه یه نوع صراحت هایی هم هست که خب it's heartbreaking که خب اینم که خب صراحتی. من همیشه یه چیزی رو فکر میکنم، یه فرمولیه که نسبتاً فکر میکنم شاید درست باشه و اون اینه که ما اگر هر لحظه اورنس داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، به همین دلیل عرفا مراقبه میکنن دائم، مراقبه این باشیم تأثیر کار من بر دیگری چیه، این خیلی خیلی به ما لوریج میده برای اینکه رشد کنیم. تأثیر کار من بر دیگری چیه؟ آخه یه مردی که میره قمار میکنه، میاد خونه میبینه که سر ماه قسط نداره بده، زن و بچه نگران، تنشون میلرزه، خب این لحظه فکر نکرده که تأثیر کار من این چیه؟ یا یه کسی که معتاده، حالا الکل میخوره، تن بقیه رو میلرزونه، تریاک میکشه، تن بقیه رو میلرزونه. خب این باید ایمپکت رابطه خودش رو دیگر، یا اینا که انگر ایشو دارن و تک میکنن دیگران رو. خب how do you feel این کلاسای AA، کلاسایی که معتاد میخواد ترک کنه، میشینه با فامیل خودش روبرو میشه، اولین سوالی که ما میگیم اینه که به صورت این بگو که مشروب خوردن این با تو چه میکرد، و اون خب باید این رو مطرح کنه و بگه. لذا این قسمت رو داشته باشیم، بریم برگردیم. من فکر میکنم 5-6 دقیقه بیشتر حرف بذار تموم کنم که وقتی برمیگردیم هر کم دلش میخواد بره بره، سوالا رو شما بگید، ما دونه دونه فقط سوالای شما رو جواب بدیم تا قبل از تعطیلی کلاس. موضوع دیگری که میخواستم توی این مسئله فرهنگ خلاصه کنم اینه که فرهنگ دائم در حال تغییره. تغییر ناهنگام و انقلابی فرهنگ عوارض خونریزی های زیاد عاطفی در فرد و خانواده به وجود میاره. فرهنگ ما بخشی از هویت ماست، حتی وقتی که ذهنیت ما تغییر میکنه، هویتمون ممکنه هنوز در فرهنگ دیگه پا داشته باشه و ریشه داشته باشه. فرهنگ انسان مهاجر هیچ وقت فرهنگ خالص یک دست نیست، فرهنگ گلچینیه، فرهنگ کلکتیویستیکه. اگر ما بخوایم از کافتریای فرهنگی که اکسپوز میشیم، در معرض فرهنگ‌های دیگه قرار میگیریم، بهترین غذاها رو انتخاب کنیم، باید اون غذاهایی رو انتخاب بکنیم که امتحان خودش رو داده. در فرهنگ خود ما یه چیزای امتحان خودش رو داده. در فرهنگ ما نگهداری از اعضای خانواده به هنگام نیاز امتحان خودش رو داده. در فرهنگ ما مهمان نوازی امتحان خودش رو داده. در فرهنگ ما به اصطلاح تحمل رنج‌های پرمعنا امتحان خودش رو داده. در فرهنگ ما به اصطلاح چیز دیگه یادم نمیاد امتحان خود شده چلو کبابم امتحان خود شده نه اونو نه برگردیم تو فرهنگ ایندیویدوالیستیک، مسئله حرمت فرد، برابری حقوق، بعد نداشتن آیدیالیزیشن، به اصطلاح بت‌سازی نمی کنن اینا. و بعد دیروز من یه پسر جوون، یه دکتر جوونی رو آورده بودم تو برنامه خودم که این یه مرده رو نجات داد. شنیدین داشت حرف می‌زد؟ آره، بعد یه مرده رو نجات داد. تو تمام تلویزیون‌های آمریکایی و روزنامه‌ها و اینا عکسشو گذاشتن و اینا، پیام آشنام برنامه توصیه من این دفعه معرفیش کرده بود. بعد مرده بودم تو برنامه خودم.
بعد وقتی که حرف میزد گفتش که من کار مهمی نکردم، حالا با همون اکسنت آمریکاییش که فارسی، من هیچ کار مهمی نکردم، هر کسی دیگه ای هم اگر میدونست که باید به اصطلاح پامپ بکنه و بعد از نفس بده و فلان اینا میتونست این کار بکنه. برای همین مهمه که همه باید تو خانواده سی پی آر یاد بگیرن و اینا. حالا قراره بیاد تو برنامه سی پی آر رو یاد بده به همه، یا گفتم بهش یه یوتیوب کنیم بذاریم رو چیز که همه بتونن بگیرن، چون واقعا بچه مرده بوده. بعد اون وقت وقتی برگشت گفت اینجوری من هیچ کار مهمی نکردم که اینجوری، نه یا خندیدم بهش گفتم که نسل من اگر یه کار اینجوری بکنیم که تو روزنامه ها اینا بنویسن، هر جا بشینیم مثل چیز مشقاسه دای جان ناپلو قصه میبافیم که آقا من اگر اون روز دیر رسیده بودم اقلا 5000 نفر تلف شده بودن، رفته بودن و اینا. نمیدونم آقا خوب شد من عقلم رسید که نمیدونم شیر رو اول بستم ولی خونه رو دیمم. یعنی اگزاجوریشن تو خودمون به دلیل اینکه احتیاج داریم اون هیروه بشیم، اون آیدیال هست. گفتم چطوره که تو شما بچه های ایرانی که اینجا بزرگ شدیم نسل شما اینقدر شما هامبل هستیم؟ خودش رو گفت آروی؟ یعنی نمیدونست که حتی هامبله، توازورم معنیش رو نمیدونست که این کاری که داره میکنه نشانه های توازوه. من اولین باری که دامادم رو ملاقات کردم ترجیح دادم توی یه رستوران ملاقاتش کنم با دو تا دوست دیگه و همسرم، دخترم و اون اومدن، البته چند ماهی بود همو میشناختم. بعد اون دوست من روی میز یه بطری شراب سفارش داده بود، شوهر او یه بطری شراب سفارش داده بود. بعد برگشت گفتش که دکتر جان یه لیوان شراب بریزم. برگشت گفت که من اسمم ارژنگه. بعد گفتش که نه شما به ما چیز نکنید، شراب تعارف نکنید، برای اینکه ما قصابا صبح اون وقت دست خودمونو میبریم. اینقدر این موضوع برای من جذاب بود که اصلا از در اونجا آمدم بیرون گفتم خدا کنه همین داماد من بشه. به خاطر اینکه اینقدر هامبل، مثلا خب جراح ارتوپد فوق تخصص فلان بیاد مثلا خودشو بگه قصاب، حالا تو ایران قصابا میگن ما جراح بره. خب یه چیزی هست که ما انقدر گندگویی میکنیم. اگر من بگین چی، من میگم برای این که مثل گردویی که مغزمون کوچیکه تق تق میکنیم. حالا من میدونم یه آقای اینجا با ما مخالفه ولی کنب نداره. خب یه خودم شاید خواهیم داشته به خاطر اینه کم توجه شده، کم بوده محبت. خب ببین علت این که ما مغزمون کوچولو میشه به خاطر اینکه مغز از طریق پروموشن بزرگ میشه. یعنی مادر و پدر واو هی اینجوری میکنه. مثلا من خودم یادمه که انشای اولی که مثلا کلاس دوم یا سوم بودم نوشته بودم که 20 گرفته بودم، میخواستم واسه مادرم بخونم. حالا خیلی هم دوست داشت ما 20 بگیریم، ولی که همینطوری که میگفتم مامان انشا 20 گرفتم بخونم اینا، داشت کارها خودشو میکرد. خب بعد خب بعد آخرش گفتش که چیزه مثلا یه کاری بکن، یادم نیست مثلا یه کاری بکن. من یادمه که انتظار داشتم که مثلا بگه به به چه کلمه های خوبی، این کلمه ها رو مثلا کجا، عکسش هم علاوه کتاب های دیگه برشته بودم، ولی این کلمه ها رو از کجا آوردی، چقدر قشنگ نوشتی فلان. هیچ. برای همین invisible child، بچه ای که دیده نشده wants to be very visible. همه عمرمون میخوایم ویزیبل باشیم. توی مهمونی اگه بریم مردم مشغولن، حتی اگه شده دروغکی ها 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 بخندیم که برگردن همه ما رو نگاه کنن، یا یه کاری بکنیم که دیده بشه. پس احمدی نژاد هم برای همینه. آره بنابراین بعد اون وقت دیفیت چایلد، بچه مغلوب شده میخواد مغلوب کنه.
ما خیلی راحت دوست داریم محبوب defeat a child wants to defeat others. بعد disciplined, over-disciplined child becomes judgmental on others. خب بعد abused child, بچه‌ای که مورد خشم و ستم قرار گرفته, becomes hostile towards others. خب اینا رو همه رو بذاریم کنار هم ببینیم که خب بالاخره یه خون تکونی فرهنگی هم یه موقعی باید بکنیم. اینطوری هم نیست که همه چی 2500 سال پیش 3000 سال پیش, ولی گفتم امتیازات فرهنگی خودمونم داری, مثلا به خصوص اونایی که مثلا من عاشق این مرام خودمون هستم ایرانی, که من احتیاج نداره هزار تا سند امضا کنم, دارم به تو قول میدم, قصه میخورم که اینجا داره این از بین میره. خب میدونم کاری ندارم, ولی میگم من عاشق اون قسمت از فرهنگ هستم. یعنی یک تراستی به آدم میده که توش احترام هست, توش هیومن ولیوز هست, توش مورالیتی هست. به خود تو الان یه نفر بیاد $10,000 بده, تو بگی بذار چک بدم, میگه نمیخوام, این همسالم تو آمریکایی, کیف میکنی به دلیل اینکه اون داره به تو میگه تو بیش از اون میارزی. اون یک زمانی هم یک تار موی سیبیل میگذاشتن. حالا ما سیبیل نداشتیم ولی مرام داشتیم. آره میدونم, مثلا فیلمای من الان هم فرض کن فیلمای ناصر ملک مطیعی رو یا فردینو که این فیلما رو الان من دیگه به عنوان فیلم نگاه نمی کنم, به عنوان ظرف فرهنگی نگاه میکنم و میبینم توش چی چیزهای خوشگلی هست. ولی اون الان به قول شما نه تو ایران مونده نه اینجا, ولی خب اونا جز بافت فرهنگی بوده, جز بافت فرهنگ اصیل بوده. خب من ممنون از شماهایی که با وجود اینکه میتونستیم تو یوتیوب ببینیم اومدین سر کلاس و من آموختم, حتما هم یه چیزایی رو به شما آموختوندم. امیدوارم موضوع کلاس موضوع خوبی بود و حتما اگر باز به تکه‌های مختلفش نگاه کنید یه چیزایی توش هست که آدم همه رو ممکنه در درجه اول نگیره. و دیگه برای اونایی که ما روز جمعه نمی‌بینیم انشالله عید خیلی خوبی داشته باشین, بهار خوبی داشته باشین. ما 4 هفته کلاس رو تعطیل می‌کنیم, تو این 4 هفته ایمیلاتون رو چک کنین, فیسبوک منو چک کنین, هم موضوع هم تاریخ شروع هم کجاییشو با هم قرار میدیم و دیگه همدیگر رو میبینیم دیگه انشالله یه ماه دیگه تو بهار. Middle of April. Middle of April, yes.